روزنامه وال استریت در شماره امروز خود خبر داد به گفته یک مقام دولت آمریکا که روزنامه وال استریت خبر لیست گذاری سپاه را به نقل از وی منتشر کرده جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و مایک پمپئو وزیر خارجه حامیان جدی این اقدام بودند هدف آنها زیر فشار گذاشتن هرچه بیشتر سپاه و رژیم ایران است چند روز پیش یک عضو ارشد کابینه ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سال روز خروج آمریکا از برجام تحریم های تازه علیه رژیم اعمال کند. ترامپ در هجدهم هم اردیبهشت سال گذشته فرمان خروج آمریکا از برجام را امضا کرد. در پی این تصمیم تحریم های لغو یا تعلیق شده آمریکا در دو دوره 90 روزه و 180 روزه دوباره اعمال شدند. مقام های آمریکا بارها دیکتاتوری آخوندی را بزرگترین حامی گروه های تروریستی در جهان خوانده و گفتند پشتیبانی مالی و نظامی ایران از گروههایی مانند حزب الله لبنان که در فهرست تروریستی واشنگتن قرار دارد به وسیله نیروی تروریستی قدس انجام می شود. پیش از این اتحادیه اروپا و آمریکا شماری از سرکردگان نیروی تروریستی قدس را از جمله به خاطر همکاری با رژیم بشار اسد در کشتار مردم و سرکوب مخالفان در سوریه و پشتیبانی از گروه طالبان و القاعده در افغانستان تحریم کردند. رژیم هنوز رسما به این تصمیم واکنش نشان نداده است اما پیش از این و در تاریخ 28 تیر ماه 96 فاستار جعفری سرکردی کل سپاه پاسداران تهدید کرده بود که اگر آمریکا قصد تحریم سپاه را داشته باشد باید پایگاه‌های خود را تا محدوده 1000 کیلومتری ایران برچیند پاسار باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم نیز پیش از آن نسبت به پیامدهای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی هشدار داده و تهدید کرده بود که در این صورت تمام پایگاه‌ها و نیروهای ایالات متحده در منطقه با خطر بزرگی روبرو خواهند شد در پی انتشار خبر لیستگذاری سپاه پاسداران فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت در صورت قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، رژیم نیز نظامیان آمریکا را در کنار داعش در فهرست سیاه تروریست ها قرار می دهد. منو شهر متکی وزیر خارجه پیشین نیز در واکنش به تصمیم جدید آمریکا در مورد سپاه نوشت دولت و کنگره آمریکا هر روز به دنبال طراحی توطئه جدیدی علیه ایران هستند گفته شده طی روزهای آتی برخورد با سپاه پاسداران را به دنبال تحریم چندی پیش وزارت اطلاعات در برنامه دارند. متکی سپس هم دولت روحانی و هم کمیسیون سیاست خارجی مجلس رژیم را مورد حمله قرار داد و نوشت حال که دولت پیش قدم نمی شود، انفعال مجلس خصوصا دوستان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پذیرفتنی نیست. سایت حکومتی فرارو طی تحلیلی از لیستگذاری کلیت سپاه پاسداران به شدت ابراز نگرانی کرده و نوشت نخستین پیامد قرار گرفتن کل سپاه در فهرست تروریستی آمریکا میتواند تشدید تنشها در خواهر میانه باشد خصوصا که این اقدام تقریبا با موعد انقضای معافیت های فروش نفت ایران مقارن شده است سایت فرارو میافزاید برخی از نمایندگان کنگره از تروریستی اعلام کردن سپاه استقبال کردند مایک کاراگر نماینده کنگره آمریکا در واکنش به اقدام جدید کشورش ضمن استقبال از این امر در توییتر خود نوشت ما هم باید در کنگره همین کار را انجام دهیم آنچه وحشت بیش از پیش رژیم را برمیانگیزد همزمانی این اقدام با تشدید تحریم های نفتی است که از 13 مردی بهش با پایان معافیت هشت کشور برای خریدهای نفتی از ایران وارد مرحله جدیدی می شود. یکی از کارشناسان سیاسی رژیم به نام مهدی متحرنیا در این باره نوشت ایالات متحده آمریکا به دنبال عملیاتی کردن پروسه محدودسازی ایران در منطقه خاورمیانه و به خصوص در میان همسایگان تهران است و به موازات آن با افزایش تحریم ها به دنبال پیگیری فروپاشی از درون از طریق فشار از بیرون است لذا برنامه های جدی در راستای افزایش تحریم های ایالات متحده آمریکا آن هم در آستانه اولین سالگرد خروج واشنگتن از برجام وجود دارد و نمیتوان آن را در قالب بلوف سیاسی برای ارتقای جایگاه آمریکا در نظام بین الملل تصور کرد. خب بینندگان عزیز این گزارش رو دیدیم. حال همین موضوع که در گزارش شاهدش بودیم گفتگویی داریم با میسم ناهید. با سلام به شما و تشکر ازتون. من هم سلام می به شما و سلام به همیهنان عزیز بفهمید. هم رسانه های خبری و هم ناظران سیاسی در سطح بین المللی قرار دادن همین تصمیمی که حالا گرفته شده قرار دادن سپاه در لیست تروریستی رو اقدام خیلی مهمی به اصطلاح ارزیابی کردن و گفتن بی سابقه و نادر بوده چرا این اقدام به نظر شما چه پیامدهایی داره که اینقدر مهم تلقی شده بله اینکه گفتن بی‌نظیر یا بیمانند یه علت خاص داره و یک علت میشه گفت عامتر علت خاصش اینه که به حال به گفته همین رسانه ها اولین باره که وزارت خارجه آمریکا یک ارگان رسمی وابسته به یک دولت رو که جزی از همون دولت هست داره در لیست تروریستی قرار میده یعنی هیچ سابقه نداشه این موضوع این خب علت خاص اما علت عامترش البته خب بی ربط هم نیست به همین علت خاص وضعیت و موقعیت سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه به حال واقعیت اینه که این رژیم تمام تار به طور مشخص تار اقتصادی و امنیتیش با سپاه تنیده شده است مشخصا این رژیم به خاطر ماهیتش حیات و عمرش وابسته است به دو معلفه بله. سرکوب در داخل تروریسم و صدور ارتجاع در خارج که هر دوی مؤلفه توسط سپاهه که عملی میشه برای همین خاطر خب سپاه اهرم نگهدارنده رژیم ولایت فقیه وقتی سپاه در لیست سازمان های تروریستی خارجی FTO مال وزارت خارجه قرار میگیره که معنی بسیار معنا و پیامدهای جدی سیاسی داره خب این یک کلان ضربه به رژیم آخوندی به همین خاطر کارشناسان سیاسی و رسانه های جهانی هم از این اقدام به عنوان یک اقدام بیسابقه سابقه نام میبرن بله حالا این تصمیم به آیه به نظر شما یک به اقدام نمادین و سیاسی هستش یا آثار و پیامت های اجرایی هم داره هر دوش اه، هم اه، پیامت اجرایی داره هم از بعد سیاسی بسیار مهمه این که میگیم پیامت های عملی داره حال هر سازمان خارجی که در لیست تروریستی سازمان های خارجی وزارت خارجی آمریکا قرار بگیره محدودیت بسیار جدی بر اون اعمال میشه همین امروز وال جورنال مقاله نوشته بود که به همین موضوع اشاره کرده بود گفته بود بر اساس این لیست گذاری شرکت ها و افرادی که از ارائه هر گونه حمایت یا منابع از قبیل خدمات مالی تجهیزات آموزشی، مشاوره تخصصی، تسلیحات یا حمل و نقل به یکی از شرکت های تحت کنترل سپاه و یا مقامات سپاه عملی بکنن اینها من میشن از این کارها نکنید انگوش میذاره روی خدمات مالی و تسلیحات و تخصصی و غیره سپاه سپاهی که الان اقتصاد رژیم اساساً داره با اون پیش میره وقتی محدودیت مالی بر اون اعمال میشه. خب این بسیار پیامت های جدی داره بحث تسلیحات سپاهی که داره به نیروهای مزدور رژیم در منطقه حزب و شیطان حوثی ها هشت شعبی تسلیات تسلیحات میرسونه خب این وقتی که من میشه از اینا پس پیامت های جدی برای همین نیروهای مزدورش در منطقه هم داره به حال پیامت عملیش خب خیلی گسترده است اما من فکر کنم فراتر از پیامت های عملیش پیامت سیاسی و پیام سیاسی این اقدام آمریکا هست به چه هر برحال ارگانی که در این لیست او یا لیست وزارت سازمان های تروریستی خارجی در وزارت خارجه آمریکا قرار میگیره دیگه از اون به بعد تماماً با دید تروریسم با اون برخورد میشه در سطح آمریکا خب و در سطح جهانی تا الانم خب سپاه آمریکا بارها مقاماتش از سپاه به عنوان یک ارگان تروریستی اسم می بردن در موازهشون اما هیچ رسمی نشده بود از این به بعد این موضوع داره رسمی میشه کما اینکه امروز توی یک مقاله خوندم که یکی از کارشناسان سیاسی گفته بود در همین رابطه پیامدهای آتی چنین تصمیمی این دیسکوزری سپاه بله. بسیار عمیق خواهد بود حالا شما چرا این رو یک اقدام دیر هنگام به صورت توصیف کردین علتش چی هست اول بهتون میگم که چرا اصلا این موضوع یک باره اتخاذ شد نکنین چون الان تو سوالاتی که هم که میرسید میگفتن که چرا یک باره اتخاذ شد چرا یک دفعه آمریکا هم تصمیم گرفت اصلا هم چیزی نیست این تصمیم حاصل یک زنجیره اقدامات گذشته دولت آمریکا و کلا اقدامات جهانی بود شما به همین دو سال گذشته نگاه کنید اول در ترمای 96 اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا نماینده بخش سنه آمریکا به تری رأی دادن که تو اون تاکید شده بود سپاه نه تنها سپاه قدس بلکه کل سپاه به خاطر اقدامات بی ثبات کنندش بعد مورد تحریم قرار بگیره این ترمای 96 بعد در 11 مرداد 96 رئیس جمهور آمریکا ای خاطرتون باشه قانون کاتسا رو امضا کرد اول مجلس نمایندگان طرح برد سنا تصویب کرد و رئیس جمهور آمریکا هم خب در 11 مرداد اون رو به قانون تبدیل کرد که خود مقامات رژیم از کاتسا به عنوان مادر تحریم ها نام می بردن. اونقدر که گسترده بود و مهم این بود که در اون قانون کاتسا نیروی قدس سپاه در لیست تروریستی قرار گرفت که القاعده و سازمان های اینطوری هم در اون بودن بعد در اردیبهشت 97 آمریکا رسما از برجام خارج شد و این توافق رو خطرناک ترین توافق تاریخ آمریکا عنوان کرد رئیس جمهورش بله. در مرداد 97 اولین سری تحریم های لغو شده در اثر برجام برگشت در 13 آبان تمامی تحریم های معلق شده برگشت که به طور خاص تحریم های نفتی و تحریم های بانکی هم شاملش بود که خب این همه میگفتن که راه نفس رژیم دیگه در حال بسته شدنه درست در این حین هم تحریم های جدید اضافه میشد در بهمن 97 در 24 و 25 بهمن بود که شاهد کنفرانس ورشو بودیم که کارشناسان رژیم و کارشناسان جهانی از اون به عنوان بزرگترین ائتلاف سیاسی ضد رژیم در طی 40 سال گذشته نام می‌بردن. می گفتن یک سرفصل سیاسی بر علیه رژیمه. رئیس امور آمریکا هم تو پیام نوروزی خودش اشاره کرد به تمرکز کرد روی خود سپاه و مشخصا گفت سپاه را یعنی ترام سپاه رو نیروی متخاصم خوند که مردم ایران رو سرکوب میکنه و ام، و اموال اونها رو برای حمایت, حمایت از تروریسم در خارج از مرزها به تاراج بره یعنی مهم این بود که تمرکزش روی سپاه بود تا تمام این مدت هم وزارت خزانه داری آمریکا مستمر تحریم های جدید رو بر علیه رژیم اعمال میکرد که آخرینش هم دو فقره بود اگه شما نکنم دو و شیش فروردین که مشخصا نهادها و افرادی رو تحریم کرد که اینها عامل دور زدن تحریم ها برای رژیم بودن هفته بیشم هم سناتور روز نکته مهم میگفت گفت که وزارت خارجه آمریکا اسنادی رو علنی کرده که نشون میده در دهه 80 رژیم ایران مسئول قتل بیش از 600 آمریکایی در عراق بوده که تا الان این رو علنی نمی‌کرده خاطر هم سیاست مماشات به حال تمام این تحولات رو اگه کنار هم قرار بدیم می‌بینیم که اینها پله‌هایی بودن که عبور از اینا این سیاست عبور کرد و در نهایت به دیسکوزاری سپاه منجر شد البته خب کما شما هم گفتین و نظر خیلی از کارشناسه هم هست این یک اقدام بسیار دیرهنگام بود بسیار دیرهنگام چرا میگیم دیرهنگام؟ چون سوال کردیم و اول مقدمه گفتم بله دیرهنگام به خاطر اینکه مگه الان سپاه دست به این جنایات و تروریز زد واقعیت اینه که چهل ساله سپاه حافظ رژیم ولایت فقیه بله. چهل سال این سپاه داره جنایت و کشتار میکنه مردم ایران رو سرکوب میکنه تروریسم و صدور ارتجا به خارج رو برای رژیم تنمی میکنه همین امروز سناتور بنسس که در حمایت از همین لیستگذاری گفت قصابان سپاه پاسداران سالهاست تروریست بودن پس چرا الان؟ چرا همون سالهای پیش نه؟ چرا دهه های پیش نه؟ مگه بارها مقامات آمریکایی اعلام و ارگان های زیرفت آمریکایی اعلام نکردن که سپاه و نیروی قدس مسئول انفجار بیروت در دهه شست و انفجار برچه خبر بودن بله. مگه طرح نیروی تروریستی قدس مال سپاه همین چند سال پیش در واشنگتن لو نرفت که میخواستن یک رستوران رو اونجا منفجر کنن که سفرهای یکی از کشور عربی در اون بود قصدشون ترور اون بود پس چرا اون موقع نکردن مگه همون ده هشتاد دهه هشتاد خودمون خورشیدی که رژیم مردم عراق رو کشتار میکرد از جمله نیروهای آمریکایی هم در عراق کشتار میکرد که الان وزارت خارجه میاد میگه رسما اعلام کنه 600 تا از نیروی آمریکایی مسئول قتلشون رژیم بوده مگه مجاهدین و مقامت ایران لیست 32000 نفره مزدوران تروریست رژیم و سپاه رو منتشر نکردن چرا اون موقع سپاه لیست گذاری نکردن مگه بارها حملات سپاه و نیروی قدس به اشرف و لیبرتی نبود مگه اسنادش منتشر نشد چرا آمریکا و سیاست مماشا چش بستن خانم رجوی مگه در 21 دی ماه 97 از جانب شورای ملی حکومت خب تاکید کرده بود که سپاه باید در تمامیتش وارد لیست گذاری بشه به خاطر همین جنایات خب پس چرا اینقدر دیر واقعیت اینه که این دیر کرد به خاطر سیاست مماشات بود. خب تا یک سال نیم پیش تا دو سال پیش سیاست حاکم طی این چل سال سیاست مماشات بود <applause> کنار اومدن با رژیم چرا؟ به خاطر منافع اقتصادی خب همین امروز اتفاقا جالب بود که یکی از معماران همون سیاست مماشات که مذاکره کننده اصلی از طرف دولت وقت آمریکا دولت اوباما بر سر برجام هم بود به خاطر همین لیست به دست و پا افتاده بود و هشدار میداد که اگر سپاه و لیست گذاری کنیم ممکن این نیروهای آمریکایی در منطقه مورد خطر قرار بگیرن و غیره مشخص بود که خب خیلی نگران شده به خاطر چی به خاطر اینکه خب اینا که من سیاست مماشات که مسئله جنایت رژیم و تروریسم و سرکوب مردم ایران نیست خب ای یک رژیمیه که چوب حراج میزنه به منافع ایران خب چی بیشتره چی بهتر از این برای اینا بنابراین این که اینقدر دیر کرد بوده این دیسکوزاری سپاه به خاطر سیاست مماشات بود حتی هم الان یعنی. درسته که خب این اقدام خیلی مثبت از طرف دولت آمریکا هرچند با تاخیر اما سوال اینه که چرا وزارت اطلاعات الان در لیست تروریستی وزارت خارجه نیست وزارت اطلاعات رژیم وزارت اطلاعات که گام به گام با سپاه مسئول تمام این ترورها و جنایات بوده بنابراین وزارت اطلاعات هم بعد در این لیست قرار بگیره حتی مقامت ایران مگه بارها هشدار نداده بعد از 65 بار محکومیت رژیم به خاطر نقض حقوق بشر چرا ارجا نمیدن پرونده رژیم رو به خاطر جنایت علیه مردم ایران و نقض حقوق بشر و کشتار سی هزار زندانی سیاسی مجاهد در سال 67 به شورای امنیت پس اینها هم هنوز دیر کرده و اینها هم بعد باشه بله. برحال خب این که گفتم دیر کرد به خاطر سیاست مماشر بوده ما الان فقط دو دقیقه فرصت بله. داریم من یک سوال دیگه هم داشتم خواهش میکنم اگه ممکنه فشرده این توی همین گزارش هم که دیدیم اومده بود که هم پاسدار جعفری سرکرده سپاه هم باغری رئیس کل ستاد نیروی مسلح گفته بودن که اگر نیز گزاری بخواد انجام بشه انتقام میگیریم چقدر جدیه به نظر شما این تهدید ببینین برگردیم به گذشته یک نگاه کوتاه کنیم همین مثال قانون کاتسا رو زدم قانون کاتسا وقتی میخواست توی مجلس نمایندگان تصویب شه سال 96 بود همین اگه شما نکنم جعفری بود یا سلامی گفتن که ما اگر تصویب کنن تا 1000 کیلومتری شعاع 1000 کیلومتری پایگاه آمریکایی میزنیم تصویب شد هیچ خبری نشد بعدش مجلس سنا خواست تصویب کنه گفتن اگه تصویب شه تا شعاع 2000 کیلومتری میکنیم تصویب شد هیچ خبری نشد بعدم سلامی ما دودو دیدم کرد که اگر ترام امضا کنه چیکار میکنیم و ترامپ هم امضا کرد قانون شد اصلا که صداشون در نیامد فراتر از اون مگه در خرداد 95 خامنه ای نگفت اگر آمریکا از برجام برجام رو پاره کنه ما برجام آتیش میزنیم الان دو سال برجام رو از برجام گذشته یک سال مشخصا از برجام خارج شده کو آتیش زدن نه تنها آتیش نمیزنه بلکه روز اول فروردین همین امسال خامنه التماس میکنه که بریم با اروپایی‌ها به خاطر برجام گفتگو کنیم بنابراین این دو دم‌های های رژیم اصلا با این تعادل نمیخونه بله. اما اجازه بدید من در پایین یک نکته را تاکید کنم این لیست گذاری سپاه اصلا یک اقدام تصادفی نبوده نیا کنیم توضیح دادیم اون که به سیاست مماشات برمیگرده خواهان وضع موجود و عدم رفتن سپاه در لیسته اما یک مقاومتی بوده تا این چل سال مجاهدینی بودند که چه این چهل سال بر شعار مشخصا 38 سال پیش از 30 خرداد 60 بر شعار و خط سرنگونی پافشاری کردند گفتن این رژیم تغییر ناپذیره. باید, باید. سرنگون شه عامل اصلی کشتار در ایران و منطقه است این پافشاری ته سالیان قیمت خودش هم خودش رو هم داشت مماشادگرا به خاطر اینکه مجاهدین از این خط کوتاه بیان مجاهدین ریسک گذاری کردن بمبارون کردن چراغ سبز نشون دادن به مظوران رژیم در عراق به خاطر حمله ب... که حمله کنن به لیبرتیو و اشتر و کشتار کنن اما مجاهدین کوتاه نیامدند در نهایت در این دور سیاست مماشات از نفس افتاد حاصلشی شد شکست این سیاست که خب این مبنا بود دولت جدید آمریکا که سر کار اومد متوجه شد که سیاست مماشات دیگه به نفع آمریکا نیست این هم به عنوان شرط عمل کرد بنابراین این شرط و مبنا باعث شد که جهانی به خاطر هم ایستادگی مقامت ایران بر علیه رژیم هر چی بیشتر به که امروز شاید هستیم که در سرفصلی به نام گذاری تمامیت سپاه پاسداران در لیست وزارت خارجه آمریکا لیست تروریستی داره بالغ میشه بله. خیلی خیلی مشکرم از شرکتون در گفتگو و توضیحاتی که دادید